Echo, turn on mail light. And I've been chilling, watching the ocean with you. Baby, up with a slow motion crew. And we up in our cloudlands when people change, but not us. And we just chilling. Hi, hope you're enjoying the day. Just a quick question. Do you guys have a stump grinder, small stump grinder I can rent? Something that would potentially fit into a CV strong? Yeah. Sure. Thanks. Perfect. How much would it be for a day? 150? Okay. Okay, and you're in Barhaven, right? Okay, sounds good. I'll pay a visit. Thank you so much. Bye. بریم اینو اجاره کنیم. امروز کار زیاد داریم. سلام اردت. میسم هستم از اتوبای کننده. چقدر سگ با مازه است. بریم اول یه تیغه بگیریم. میخوایم یه سری درخت قطع کنیم. دوباره من افتادم به جون خونه. بیکار نمیتونم بشم. متاسفانه من هم کم کم خودم باورم میشه که ADHD دارم، یعنی اصلا نمیتونم بیکار بشیرم. باز هم برگشتیم به هوم دیپو. من اینکه یه تیغه میخوام برای ارم. این چیز خوبی نظر میاد. همین کار ما رو را بندازه. خب پس ما چون یه طبقه میخواییم بسازیم میریم با همه. اگه بخواییم یه طبقه بسازیم و زیر زمین نخواهیم، از نظر ایستایی بنا استراکچرش، این موردی هست که بیشتر به کار ما میخوره که بیایم گرید بیمو بذاریم روی پایل های کانکریت، اینها رو سوار کنیم و بعد بنای ساختمان روی این مستقر بشن. جناب ظاهر لطفا یه کلاس کامل طراحی فونداسیون برام بذارید. من دارم کیف می‌کنم. در ادامه بحث اون واحدی که می‌خوایم بسازیم، امروز لطف کردن تشریف آوردن بشینیم برای نقشه‌اش. حالا میشه بحث ویدئوی بعدی، گفتم اینجا یه گذری بزنیم تا بریم سراغ کار خودمون. تو قدم بعدی پروژه یه وبسایتی هستش، حال تو استان ما بهش میگن وان اونتاریو کال. شما میری تو وبسایت درخواست میدی، شرکت برق، آب، گاز، تلفن، شرکت‌های مخابراتی میان جاهای سیماشون رو مشخص میکنن که تو حواست باشه وقتی که داری پروژه‌ت انجام میدی، اگر حفاری داشتی نزنی مثلا یه دفعه سیم برق رو قطع کنی کل محل برقش بره، یا مثلا دکل گازو نزنی زیر خاک. این پرچم رو که میبینید الان برای شرکت برقه و متاسفانه نکنید دکل برق من اونجاست و یه دونه باکس برق گوشه حیات هست. من فکر میکردم مثلا اینجوری اومده، ولی به صورت خیلی عجیبی اون باکس برقه که اون گوشه است از اونجا رفته اون گوشه حیات که بعد رفته به همسایه های دیگه، بعد از اون گوشه حیات اومده رفته تو باکس برق من، دقیقا از زیر این پروژه که ما میخوایم انجام بدیم. حالا خدا شکر ما خاک برداری خاصی نداریم. این از اون گوشه حیات اومده رفته این گوشه، بعد رفته این. حالا بحث الان اون نیست، بحث الان اون یکم دیگه تمیزکاریه. تا بخوایم پرمیت شهرداری رو بگیریم و دیزاین آرشیتک مشخص شه، من یه مقدار همه این درخت‌ها رو میخوام ترتمیز بکنم. میدونم یه سری از دوستانم میگن بابا رحم کن درخت و اینا و فلان اینا، ولی خب حقیقتش شرمنده. برین راحتی. این درختی که زدم میخوام برم کم کم خونه رو برای پاییز آماده کنم. توی پاییز کلی کار داره خونه، باید سه چیزا رو حواستون باشه. یه ویدیو میسازم که کارهایی که باید برای خونه انجام بدم، ببین چه دردسر نیست، ولی یه سری کارهاییه که به هر حال توی پاییز باید حواستون باشه انجام بدید تا مثلا خونتون توی جایی مثل کانادا که مثلا زمستون که میشه شرایط هوا خیلی وحشتناکه خونتون نابود نشه. حالا شما فعلا این درختو ببینید، تایم لپس شو من میرسم خونتون. When I'm in pain, you hide and disappear. Like shadows in the atmosphere, charting the stratosphere. Yeah, I prayed for you and kept you near. خدمت شما عرض شود که فعلا تا این مرده رفتم دیگه، همین رو هوا تاریک میشم، خیلی خسته شدم.
اینا رو میتونم بعدا ببرم، بعد استام گرایندر که آوردم اونو خورد کنم، اینم خورد کنم. این شاخهای بزرگش رو اینجوری در آوردم. یه درخت ببین چقدر داستان داره. اینا رو گذاشتم اینجا تا یه وقت برگ برگاش خوش بشه، بعد این راحت چیز میشه، کامپکت میشه. اونا رو جدا دستبندی میکنم، اینا رو هم کامپکتش میکنم، اگه بشه چیز میکنم میذارم شهردار میبره. نهایتش اینه که اگر نشودم یه تراک میگیرم. خب این شد این مرحله. این تیکه مونده بود آقا. یه چیز خیلی جالب خدمتتون بگم دوستان، من دیدم که مثلا فایده نداره، این اره خیلی اذیت میکنه. به شرکت گرین ورکس گفتم آقا یه چیزی هست بنویسم، میگم پولسا چینسا، شنیده دیگه اره برقی، ولی میگم پولسا برای اینه که مثلا شاخه های بلند رو باش بزنم. اینو من الان امتحان کردم، فقط ببین اینه کره میزنه، اینه کره، بعد اصلا صدا نداره. الان بذار نشونتون بدم، فقط ببین اینجا رو. وای اصلا دیدی یه ابزاری میگیری بعد میگی خدایا من تا الان کاملا داشتم اشتباه میزدم. و این همه زور زدم مره اصلا لازم نیست حتی برم نزدیکش، این هویج میبره. اینجا یه اصطلاحی دارم میگن You question your life decisions، تمام تصمیمات زندگی تو میریزه رو سوالن. دقیقا من اینجوری هم که چرا این همه زور زدم با این، وقتی با این میشد انقدر راحت برید. انصافا خب نمیدونستم، اولین بارم دارم اره برقی استفاده میکنم اینجوری از این اره، یعنی مثل چینسا. خیلی خوبه، من اینو بزنم سریع ببینم چون ارادت رفقا این قسمت کار دیگه تمومه. فقط برام استام گرایندر بگیرم دیگه، چون ارتفاعش بالا بود دیگه استام گرایندر نمیتونم چیز کنم، باید ارتفاعش قشنگ میآوردم پایین، بعد دیگه با استام گرایندر میزنی خوردش میکنی و ریشه ها رو داغون میکنی دیگه، اون قسمت میشه با استام گرایندر. نتیجه اخلاقی این که واقعا ابزارش رو آدم باید داشته باشه، بدون ابزارش اصلا نمیشه کار کنه. حالا من فعلا این کارا رو دارم خودم انجام میدم، به نقشه هارم که شهرداری داریم میریم چیز کنیم، بعد که مثلا برسه دیگه به لوله کشی آب و فاضلاب و فونداسیون و دیگه بعد به قولی فریمینگ یا دیوار و اینا دیگه، اونا رو باید بریم خدمت کانترکتر. ارادت رفقا خب از اون روز من یه کار دیگه ای که کردم، اینا رو قشنگ بریدم چند قسمت مختلف. اینا کوچیک شاخهای خیلی ریزه، اینا اونه که یه ذره برگ روش داشت، این دوتا هم پایل شاخهایی که دیگه به قولی تنه هاست بزرگه. یه نکته که وجود داره، حالا هرچی داریم میریم به سمت این که من مجوز ساخت رو بگیرم، تا اینجا اگه حال کردید لایک کردید دمت گرم، هرچی میریم به سمت این که مجوز ساخت رو بگیرم بیشتر یه چیزا برام روشن میشه. و یه چیز جالب بهتون بگم، مثلا داشتم نگاه میکردم تو لس آنجلس 20-30% خونه‌هایی که پارسال ساخته شده از این خونه‌ها بوده که بهش میگن ADU additional dwelling unit، یعنی additional dwelling unit یعنی مسکونی دومی که توی واحد اصلیشون میسن. خستم دیگه صدام در نمیاد. خدمت شما عرض کردم که خیلی تجربه خوبی میشه و فکر می‌کنم ویدئوهاش خیلی به درد بخوره. دیگه توی این مرحله فقط باید این به قولی چوبا رو، من یه دونه دوستام تراک داره، تراکو بیاریم، اینا رو همه رو توش اگر بشه تو یه بار دو بار ببریم و یه جایی باید دپوش کنیم، ولی باید یه پولی بدیم احتمالاً، چون این حجم دیگه نمیشه همینجوری ببری یه جا بریزی. یا اینکه مثلا ببینم اگه همسایه چیزی این تنه ها رو بخواد میتونم بیاد این تنه ها رو ببره. پس اون درخت رو دادم به قولی اون شرکت اومد زد که گنده بود و کار من نبود، این کوچیکا رو
خودم زدم. فقط بگم دوستان اینا اکثرا این درخت ها که همه مرده بود، اون درخت هم کج شده بود. حالا اصلا به غیر از این که من یونیت هم میخوام بسازم، اینا که اصلا جلوی یونیت هم نبود، ولی چون خوش شده بود تهرم هم بخاطر همین بریدمش و مال همسایه هم بود، همسایه نمیومد ببره، گفتم من میبرم ولش کن دیگه تمام بشه بره. امیدوارم که دوباره درت خورده باشه، دمتون گرم. حالا نقشه ها و اینا تایید شد، خشنگ میام بهتون میگم که سیستم نقشه ها و اینا چجوریه. واحد ساختن اینجا خیلی به صرفه است. اینو کردم قبل از اینکه یادم رفته بگم، یادتونه بچه بودیم اکثرا خونه داشتیم، حیاط داشتیم، فلان، هر چی زندگی رفت جلوتر بیشتر زندگی آپارتمان نشین شد. اینجا تو کانادا هم اون بحثی که گفتم ADU، اینجا هم تو کانادا آمریکا هم این داره به این سمت میره، واحدهای کوچیک 50 متری 60 متری، دیگه خبری از خونه های 150 200 متری نیسته. شاید مثلا 10 15 سال پیش تو تهران و حالا شهرهای دیگه ایران این اتفاق خیلی زیاد افتاد، اینجا الان داره این اتفاق خیلی میفته که همه دیگه دنبال این آقا یه واحد کوچیک‌تر، هزینه با آب و برق و گازش کمتر باشه، بعد بچه کمتر دارن دیگه، همه نهایتا یه دونه دو تا بچه دارن. بخدا من هی دارم میرم بیشتر سمت اینکه واحدای کوچیک‌تر داشته باشن. حالا در موردش بیشتر صحبت می‌کنیم. ارادت داریم. امیدوارم موفق تک تکتون. سی یو نکست.